باز هم سلام مجدد، خوش آمدین. شام رمضان شما بیننده و شنونده 97 همچنان باشین. مهمانای گرامی ما رسیدن. قسمی که ما در آغاز همچنان یاد کردم، افتخار کشور ما جناب شیخ القراج استاد بزرگوار عبدالکبیر حیدری قاری بین المللی کشور با ما هستن و همچنان نصرت آخوندزاده قهرمان ورزش ام‌ام‌ای. سلام بر شما، طاعت عبادتتان قبول باشد. سلام دارم خدمت شما بزرگوار و از طریق شما خدمت همه بینندگان که این اکنون ما را تماشا میکنند و جناب قهرمان صاحب آخوندزاده. خداوند انشاءالله طاعت عبادت همه را قبول درگاه حق انشاءالله بگردانه. و نکته ای که قبل از این سخنها را آغاز بکنیم خدمت دوستا برز برسانیم که از دعای خیر خود ما را فراموش نکنند انشاءالله. اسد عزیز سلام بر شما، همچنان خوش آمدین. تشکر جمشید عزیز. سلام خدا خدمت شما، خدمت استاد بزرگوار حیدری صاحب، خدمت تمام بینده های تلویزیون میوان تقدیم میکنم. خدا کنه که یک روز اول ماه مبارک با بسیار خوشی و خوبی سپری کنم انشاءالله. جناب قاری صاحب، در نخستین روز ماه مبارک رمضان قرار داریم و چه خوب است که با کلام الهی برنامه را آغازگر باشیم و قلب های ما را با اون صدای زیبایتان منور بسازین. شنونده ها و بیننده ها همچنان به صبرانه منتظر هستند. سلامت باشید، خدمت شماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم در شور و شوق بود. سلامت باشین جناب قاری صاحب. قاری صاحب تلاوت در ماه مبارک رمضان چقدر فضایل داره و در کدام وقت ها در کدام تایم ها میشه که مصروف تلاوت هر فرد باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما بزرگوار و مهمان بزرگوار. تشکر خانزاده صاحب و بینندگانی که همین اکنون ما رو تماشا میکنن. خب شک درش نیست که قرآن عظیمشان خودش عظمت است، یکی از چیزی که چیزهایی که تا قام قیامت احیا است و زنده است همین قرآن عظیمشان است که معجزه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. تأکیداتی که از آدرس دین و بین اسلام شده در تمام ایام و اوقات تأکید شده روی از اینکه انسان رجوع بکنه به قرآن و تفکر بکنه در آیات قرآن و قرآن قرائت بکنه. اما یک نکته ای که خدمتتون عرض برسانیم که قابل ذکر میدونم این است که بعضی‌ها فکر میکنن می قرآن خواندنش تنها فایده نداره، ترجمه اش نفهمی. بله این بسیار یک چیز است که به ذهن مردم زیاد خطور میکنه و از ما سوالات زیاد میشه در این مورد که قرآن خواندن فایده داره بدون اینکه نفهمی. شما ببینید وقتی که ما نسخه دکتر را میگیریم میفهمیم دکتر چی نوشته کرده رو نخیر. خب ما نمیدونیم. بله اما تطبیقش میکنیم ما. بله دقت کردین ما در خود اون که از خود خط دکتر اگر نریم بله. اما در متونش اکتفا میکنیم، امورم که ما تطبیق میکنیم بر حسب متون یا متن که برای ما داده همو هم اثرگذار است. در بحث قرآن که هرگز نمیشه بگویم تنها خواندنش فایده نداره، نه این موضوع نیست. هر کسی که قرآن میخونه یک عظمت داره، از حفظ میخونه دو ثواب میگیره، از خود مصحف میخونه سه ثواب میگیره، ترجمهش میدونه چهار ثواب میگیره، تفسیرش اگه بفهمه پنج ثواب میگیره، ثواب زیاد میشه. بله. این نیست که بگیم خدای نخواسته وقتی که ما قرآن میخونیم دیگه قرآن خواندن که نفهمی ترجمهش فایده نداره. بله. چی خوب است که ما قرآن میخونیم قرآن میخونیم عربیش متون عربی ترجمهش بفهم، خیلی هم خوبه. حالا یک نفر فکر کنه فرصت از این نداره ترجمه بخونه، آیا قرآن دیگه نخونه قرآن یاد داره؟ نه این موضوع نیست. قرآن همه که می اقرا القرآن تاکید شده یک ترجمه باشه نباشه مهم نیست، خواندن قرآن خیلی مهم است که ما مردم از سفره قرآن دور نکنیم. بله. شنیدن قرآن دیگه ثواب داره،
تنها نگاه کردن به خط قرآن این ثواب دیگه داره. لذا از این است که باز ماه رمضان این که ثواب زیاد میشه و رجوع بیشتره مسلمان ها به این میشه به خاطر از این که میگه ان بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلة القدر، یعنی ما قرآن نازل کردیم در شب قدر و ما ادراک ما لیلة القدر، یا در آیاتی قرائت شد بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان ماه رمضان الذي انزل فی القرآن، در این قرآن نازل شده. خب در این ماه قرآن نازل شده باشه شک درش نیست که به خاطر او عظمت و روحانیت را که ما داشته که قرآن در این ماه اختیار شده از طرف خدای متعال که باید در این ماه نازل شده، لذا شک درش نیست که عظمت زیاد هم داره. و در اونجا ما داریم که میگه یک آیه قرآن خواندن در ماه مبارک رمضان برابر تمام ختم قرآن عظیم شان است. سبحان الله. یک آیه قرآن خواندن در ماه مبارک رمضان، یک رکات نماز برابر از هزار رکات در ایام دیگه است یا روزهای دیگه است. خب چی یک فرصت را خدا برای ما داده دیگه. بله. حساب ازی که ما اگر در دیگه سالها نمیتونیم خدا این سعادت برای ما نصیب نمیکنه. بله. که چند ختم قرآن داشته باشیم، یا حداقل مسلمان یک ختم قرآن در سال که داشته باشه پیش خود. این فرصت هایی که است، خب به هر حال اگر توفیق از اون نمی باشه چی خوب است خدای متعال به تو یک فرصت یک در را باز کرده، یا از طریق رسانه میتونی بشنوی، یا از طریق در خانه خودت هست، یا یک فرصت هایی که برات می قبل از اذان قرآن عظیم شان به دستت میگیری. بله. یا دوستایی که مثلا تراویح دارن در تراویح میرن، یا دوستایی که در تکیه خانه مراسم های دینی قرآنی در این شب، حالا به هر حال همه مسلمان ها مراسم های دینی و قرآنی هم قرآن خواندن و عبادت نماز خواندن است. لذا تاکیدات زیاد شده در از یکی از این فرصت هایی که رمضان میه بیشتر استفاده شد. بسیار زیاد تشکر، خیلی مورد خوب را اشاره کردین. نصرت عزیز، عزیز بگین که آمدن ماه رمضان چی تأثیرات بالای تمرینات شما خواهد گذاشت و چقدر شما میدونین از این ماه رمضان استفاده خوب ببرین تا بهتر قوی تر بدرخشین. تشکر احمد صاحب، سلام مجدد خدمت شما، خدمت استاد بزرگوار و بینده های خوب تلویزیون ما ایوان تقدیم میکنم. خب قسمی که استاد اشاره کرد، واقعیت که در 12 ماه 11 ماهی که سپری میشه یک ماه مبارک رمضان، بخصوص به تمام چیزها و بخصوص به ورزشکارا یک ماهی است که در یمی 11 ماه تمرین ما یک طرف است، یک ماه تمرین ما از لحاظ نفس ما، از لحاظ بالا بردن فیزیک ما، از لحاظ آماده ساختن بدن ما با مو بدن خشکی که ما میخواییم در مسابقات باشیم. خب این کل سهولت ها در ماه مبارک رمضان است که انشالله تمرینات خود روز اولش از دیگه بخیر امروز مصر شده دیگه آغاز کنیم، سر از فردا بخیر دیگه در کل یک ماه مبارک رمضان تمرین 11 ماه یک طرف است. یک ماه با برکت ماه مبارک، با برکت که قرآن در این ماه نازل شده دیگه بسیار آماده و یعنی ماه قهرمان ساز است. هر جوانی که بخواهد تقوا داشته باشه، پرهیزگار باشه، ورزش هم در کنارش طبعا که قهرمان است، قهرمان واقعی است از دید همه. جناب قاری صاحب، خیلی ها همون جمله را که شما پیشتر اشاره کردین که تلاوت کردن قرآن یا که نفهمیدن باید میگن در عمقش بریم و با تفسیر ترجمه بدانیم و بفهمیم، باز بعدن ما آغاز بکنیم قرآن خواندن. جوانایی که دوست دارن بخواین حافظ شون، تلاوت بکنن، اینا چی راهی را در پیش بگیرن تا یک حافظ خوب در جامعه و در بین اسلام باشن؟ بله، عرضم به حضور شما که همی خود اختیار مراکز قرآنی خیلی مهم است. شما ببینین امروز یک نفر اگر نسبتاً کم استطاعت داره، علاقه مندی زیاد داره، بچه خدا میگه باش که یک مکتب صحیح کجا، درس صحیح در کجاست؟ بله، دقت کردین در بحث قرآن که از این بالاتر باید توجه شود، به خاطر که امروز متاسفانه بعضی از مدارس نتونستن اون منهج خوب خود حفظ بکنن، فقط وقت ضایع میشه. ناراحت نشن دوستان، چون خودم الحمدلله قاری قرآن هستم، خدمتگاری جامعه قرآنی اسلامی افغانستان هستم. من میگم وقت جوان ضایع نشه. بله. یک نفر 4 ساله میره در یک مرکز درس میخونه، چی کردی در این مدت 4 ساله؟ هیچ، ولی در حفظ قرآن مشغول هستم. 4 سال بسیار وقته. 4 سال مردم لیسانس میگیره، 4 سال مردم لیسانس میگیره. یعنی چی مدت زمان باید یک جوان؟ به حضور شما است که خدمتتون عرض برن، تنها اتکا به حفظ قرآن که نمیشه. تنها ما 4 سال خود وقف کنیم به خاطر که حفظ میکنیم قرآن. اونم تنها قرآن، منظور از این است مدارس باید در کنار از یک 4 سال یک نفر وقف میکنه، این آدم مثل یک کسی که فارغ میشه از لیسانس، ای از علوم قرآنی باید در 4 سال فارغ شوه. بله. صحیح است که علوم قرآنی بهر است، اما 4 سال هم فرصت کم نیست. بله.
در 4 سال 2 سالش اگه وقف قرآن میشه یا 2 نیم سال وقف حفظ قرآن میشه یا 1 نیم سال 2 سال دیگه ازی وقف فهم قرآن شوه، وقف خود ازی که قرآن چی گفته برای ما، دستورات قرآن چی هسته. دقت کردن؟ حالا بعض از مدارس امروز در بعض از کشورها مثل مالزی و مثلا اینا در کنار از اینکه حفظ قرآن میکنن، قاری را تربیت میکنن با کمپیوتر انگلیسی. در این مدت میگه شما باید کمپیوتر انگلیسی هم بخونید، وقتی فارغ میشین، فارغ از کمپیوتر انگلیسی هم شوین، حافظ قرآن هم شوین، تقدیم جامعه شوین. چرا امروز سهولت ها نسبت به سابق زیاد شده؟ الحمدلله. اگر توانایی خوب را که او نوجوان داشته باشه و او جوان داشته باشه و مهمتر از یک توانایی زی صرف شوه در جایی در یک مرکز کو مرکز وقت منهج درسی داشته باشه که چیز را تقدیم بکنه و الا اگه وقت ضایع کردن باشه 4 سال و 5 سال، من ایره خودم شخصا ایره شایسته نمیبینم که 5 سال خود یک نوجوان ما وقف کنن بر چی؟ بر حفظ قرآن عظمت داره، اما در کنار حفظ قرآن ای باید 5 سال بعد یک شخصیت قرآنی بیای به بار بیای، نه که ما پرسان بکنیم که چی کرده، بگه قرآن حفظ کردیم الحمدلله خلاص خوب ای عظمت داره، بگوی الحمدلله چی گفته، بگوی والا بلد نیستم که الحمدلله معناش چی هست. چرا؟ به خاطر تو در مکتب قرآن درس میخونی. بله. از یک نفر عادی که وقت فرصت حفظ نداره، مدرسه نداره، پیش خود 4-5 جز قرآن حفظ کرده، دیگه فرصت خود گذاشته برای ترجمه و بعضی مفاهیم قرآنی و اینا، درک خود قرآنی، ای خو میره بالاتر از این میبینیم کسی که 5 سال خود در مدرسه میگذرانه. بله. و تنها اتکا به حفظ کرده. بله. من منظورم از این که هر کس، هر جوان نوجوانی که علاقمند باشه، اولی که مراکز خوب اختیار بکنن که مراکز بتونه از علوم قرآنی اساتید برجسته در اوجا باشه، بتونه که نه تنها در حفظ قرآن، در کنار حفظ قرآن آگاهی از علوم امروزی، درچه قرآن دور از علوم امروزی نیست. بله. همین خود آیات قرآن تطبیق میشه در علوم امروزی، میتونن ساده برن درس انگلیسی خود بخونن، کمپیوتر خود بخونن، در کنار حفظ قرآن بین مفاهیم قرآنی بخونن که قرآن عظیم شان برای ما چی پیام داده. بله. مثلا قرآن در ارتباط با اخلاق چی گفته؟ ما که برده پیش یک نفر از مدرسه، یک از دوستا، ما که بگی بگو قرآن با حقوق چی است، میگه ما فقط حفظ کردیم. خب این جفاست حقیقتا. اگه بیای در قسمت حقوق بگو، بگو قرآن بزرگترین کتاب حقوق است. مثلا در ارتباط با خواهرها چی گفته، خانما چی گفته، بگو ما که بیارم با تو صحبت میکنم که دیدگاه اسلام، دیدگاه قرآن چی است. من البته یک نظریه خیلی بنده حقیر ای از در ارتباط واقعا خیلی روشنی خیلی خوب انداختین. نصرت عزیز، در ماه رمضان در کل ورزشکارا خو نمونه اخلاق هستن، در ماه رمضان چگونه رفتار و اخلاق نیکویشان چقدر تغییر میکنه و چقدر برشان مؤثر تر واقع میشه؟ در کل ورزشکارا مو اخلاق ورزشی یک ورزشکار که نداشت اصلا اوش یک ورزشکار نیست، مویم اخلاق است. خب در شرایط افغانستان ماه مبارک رمضان است، آدم قطار بگوی خوبتر است. بله. بعضی وقتا بعضی انسان ها مجبور میسازید به یک حالت. فعلا ما که استاد بزرگوار آمدیم به برنامه، یکی از برادرای ما در چی حالتی بود، خب مجبور هستی که در اون حالت اخلاق ورزشی را مراعات هم نکنی. با یک در این ماه مبارک رمضان باید یک حالتی که اصلا فکر نکنه که استاد حالت از خوب بوده باشه، با بغل موتر و یک رویه و کردار کرد که ما طرف برنامه می آمدیم. خب در کل بسیار کوشش بی‌نهایی خدا می کنیم. بعضی متاسفانه بعضی جوانای در افغانستان است که امروز از امو مقامایی که در دولت است استفاده میکنن و از امو موترهای دولتی استفاده میکنن. خب اون حالت ها بسیار کوشش میکنن که کوشش زیاد میکنن که یک حالت صورت بگیره با که ملامت گویا امو کسی که در مخاطبش از قرار بگیره. خب باز ما کنترل خودم میکنیم. خب ورزشکار که اخلاق ورزشی نداشت نمیشه. خب باز در افغانستان دیگه مجبور میسازه، خصوصا در ماه مبارک رمضان دیگه است بعضی کسا. بله. استاد گرامی، از دیدگاه قرآن چگونه باید اخلاق رعایت بکنیم در جامعه، در اجتماعی که زیست میکنیم، زندگی میکنیم؟ هر فردی که باشه، در هر سن سال که باشه، خرد باشه، بزرگ باشه، در موقف حکومتی باشه یا غیر حکومتی، والا خدمتتون عرض برسانیم، امی اخلاق است طرف مقابل امو پوزیشنش نمیبینه. اخلاق یک چیز خدادادی است، یک جایگاه، یک ویژگی خاص برای یک مسلمان و مخصوصا انسان از در حقیقت بر شما بگویم که حالا فراتر از چون قرآن بیشتر تاکید داره که باید همین خود شخص ابتدا انسان باشه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم قبل از یک پیامبر شوه او یک انسان شریف بود. تعریف نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم غیر مسلمان یا کسایی که دین نداشتن
بوت پرستش میکنم. فقط تعریفش بود میف بسیار یک انسان خوب است، چون او عقیده‌مند به حساب وحدانیته که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مقابل خدای متعال داشت، بر از اون نداشتن اون عقیده که آدم یکتا پرست است. میگه بسیار یک آدم انسان خوب است. به این خاطر قرآن میگه بسم الله الرحمن و انک لعلی خلق عظیم، برای پیامبر این لقب خدای متعال میده. میگه تو قبل از و انک شما بودین، قبل از اینکه پیامبر شوین با اخلاق عظیم بودین. لذا نبی مکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ما به سطح مکیز چیزهایی که ما بعثت شدم و مبعوث شدم این بود که اخلاق تکمیل بکنم. لذا بیشتر جناب خداوند فرمودن باید تحمل کرد در روزه، باید برای ما تحمل بیشتر بده، صبر و شکیبایی بیشتر بده. نه اینکه خدای نخواسته ما روزه میگیریم قار باشیم با فامیل، با خانواده، با خانم، با خواهر، با مادر، با برادر در اجتماع. این خیلی مهم است. روزدار یکی از ویژگی‌های روزدار اخلاقش است. اگر اخلاق نداشت گویا که هیچ روزه نداره. ما روزه رو میگیریم به خاطر که اخلاق ما خوب شود. ما روزه رو میگیریم که کردار ما خوب شود. ما روزه رو میگیریم که با مردم تعامل خوب کنیم. این که روزه هیچ فایده نکنه مثل حاجی میمونه که حاجی صاحب حج رفت گشت آمد از او بدتر شد. حجی که ما را اصلاح نکنه معنا نداره. روزی که ما را اصلاح نیاره در سلوک ما، رفتار ما، کردار ما، او روزه نیست. نمازی که ما را اصلاح نکنه اون نماز نیست. نفر گفت ما که نماز میخونم گناه میکنم، شما گفتین ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، گفت شما نماز نخوندین. بله. اگر اون نماز واقعی بخونید دیگه تر واقعت نهی میکنه. سپاسگزار، خیلی نکات خوب را اشاره کردین و سپاس از توفیقی که به تلویزیون میوند آوردین. 99 از ماه پاک الله را که شما سرودین واقعا خیلی زیبا است. کوتا در موردش هم میشه یک اشاره بکنین؟ باز خدمتتون عرض برسانیم که دوستا عزیزا در افغانستان شعار زیاد است، از سیاسی گرفته و تا همه و همه. از ما شعار کم، عمل زیاد است در برنامه دینی قرآنی ما. امروز هم الحمدلله دنیای مجازی مملو از همی است که همه میبینن. یک کلیپ خوب را تانستیم به جامعه اسلامی افغانستان واقعا تقدیم بکنیم و جوانای افغانستان و در حقیقت بگویم فرهنگ ناب و اصیل افغانی را به نمایش گذاشتیم. بله. که امروز ما از کس تقلید نمیکنیم. دقیقاً. کشورهای همسایه صحیح است که ماشاءالله استطاعتشان زیاد است، صحیح است که همکاری های دولت در ارتباط با برنامه قرآنیشان زیاد است، اما ما که چم نداریم استعدادش را داشتیم که یک چیز را تقدیم جامعه اسلامی بکنیم و جهان اسلام، که حتی پیامی از دولت های عرب برای ما آمد به خاطر همین کلیپی که ساخته شد. هم از خود کمپوز الحمدلله که نامه اسامی خداوند گرفته شده بود، هم از لوکیشنی که تعیین شده بود و هم از طرز لباس را که ما پوشانده بودیم و هم از شکل جوانایی را که انتخاب کرده بودیم، جوانای زیبا و شاش. اینا خدمتتون عرض برسانیم که یک کار جدید ما بود، مدت 6 ماه در بر گرفت و تقدیر تشکر از امو پرودکشن SHD که سیار جان ایدری رو تقدیم کرد به جامعه اسلامی به طور رایگان. وقت مصارف و شما معلوم است که کلیپ مصارف داره و وقت خود ما خب به هر حال ما خود این مدت ها در خدمت مردم افغانستان بودیم که چیزی درخواست نکردیم، اما ای که شرکت الحمدلله وقف کردیره به حساب جامعه اسلامی افغانستان که شما هم را ما تقدیم کردیم به تلویزیون جهانی میوان که انشالله بتونن قبل از آزادانه خاطر مردم ما علاقه مند در تلاش ازی هستیم که تقدیم میکنیم. سپاسگزار هستم از حضورتان که برنامه ما را رنگین ساختین. واقعا نخستین روز و با تلاوت کلام الهی که از انجره زیبای شما بیرون شد قلب ها را نوازش داد. سلامت باشید. تشکر نصرت عزیز، از شما همچنان لطف کردین. سپاس از شما بیننده عزیز. مهمان خیلی گرامی ما شیخ القرا جناب استاد عبدالکبیر حیدری قاری بین المللی و صدای زیبا و گیرایشان که همه شما آشنایی دارین سپاسگزاری میکنم و از قهرمان مبارزات آزاد نصرت آخوندزاده. فعلا وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. شام رمضان با ما همراه باشید.